خانوما و آقایان، خانم رجبی گرامی، فکر می‌کنم که بسیار مهمه که وضعیت بحرانی ایران رو برجسته بکنیم، به خاطر اینکه این نمایش انتخابات مثلا می‌خواد نشون بده که در ایران دموکراسی وجود داره. این قطعاً یک فریبکاریه، یک فریبکاری واضحه حتی برای حامیان رژیم در سرتاسر جهان، و اونها هم حتی باید شرم بکنن از حمایت از این رژیم. بله، رژیم ایران تلاش میکنه که قدرت خودش رو نگه داره و بگه هیچ آلترناتیوی وجود نداره. این جنون قدرت و خودشیفتگی آخوندهاست که تلاش میکنن این کار رو انجام بدن. بله، در حالی که ما یک آلترناتیو معتبر به نام شورای ملی مقاومت ایران داریم که برای 43 سال با رژیم در حال نبرده، و خانم مریم رجبی هدایت میکنه این مبارزه رو با برنامه 10 ماده خودش، برنامه 10 ماده خودش که راهی روشن رو، مسیری روشن رو ترسیم میکنه برای تغییر دموکراتیک در ایران. بله، این چراغی فراروی تغییر هستش. Part of my active life in politics as a member of the European Parliament first and then a minister. فرد آکادمیک از پرتغال و کسی که زندگی سیاسی فعالی رو داشته در به عنوان یک وزیر در وزیر اروپایی، من همواره به آزادی بیان و عقیده اعتقاد داشتم. بله، آزادی بیان، آزادی مذاهب، آزادی‌های پایه‌ای که در تمام نهادهای آکادمیک و دموکراتیک بهشون ارج گذاشته میشه توسط رژیم نقض میشه. اینها آزادی‌های پایه‌ای مردم هستن، نباید اونها را ازشون محروم کرد. یا چنین تبعیضی که علیه زنان ایرانی انجام میشه و یا تلاش های رژیم برای سرکوب آنها در داخل و خارج از کشور، تلاش های رژیم هست برای ایجاد یک جو اختناق و جو سرکوب برای اینکه مردم اینها رو از جامعه جهانی منزوی بکنه و از در این حال تعهد شورای ملی مقاومت ایران به برابری زن و مرد بسیار قابل تقدیره. بیش از 60% اعضای شورای ملی مقاومت از زنان هستند و این تعهد این مقاومت نشون میده به برابری بین زن و مرد. بله، 10 ماده خانم مریم رجبی فراخوان میده به طور قاطع و واضح به برابری بین زن و مرد در تمامی صحنه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و همچنین حق اونها برای رهبری سیاسی و هر گونه تبعیض رو رفع می‌کنه از اونها.